از حرف شما من این رو میفهمم که گویا دارید من رو به یک نوعی از عدم صداقت متهم میکنید که وریا یک چیزایی رو میدانست ولی مماشات میکرد. وریا مثلا یک جاهایی برای یک کسی احتمالا مثلا اکسکیوز میآورد در حالی که موجه نبود، خودش هم میدونست داره با حقیقت مماشات میکنه. الان که دیگه گندش در اومده داره این کار میکنه. این به نظر من اگر من رو اینطوری قضاوت میکنید خیلی قضاوتتون بی‌انصافانه است، چون من همچین کاری نکردم و نمیکنم. این دفاعی که من کردم چیزتون همینه دیگه. اگر من دفاعی کردم که هنوز هم میکنم از این بوده که آقا یک آدمی شما نمیتوانید به خاطر اینکه یک رفتارهای غلطی در پروندهش داشته، به خاطر اینکه باورهاش از نظر ما ممکنه غلط باشه، یک جاهایی به جای نوجه باشه، یک آدمی رو به لجن کشیدن غلطه. و در این حال این رو بدانیم که آقا یک کسی مثل دکتر سروش آدمی است که تقریبا آدم نابغه است، با اون حافظه‌ای که داره، اون نبوغی که داره، کارهایی که در فلسفه دین کرده، تأثیری که بر نسل بعد از خود و نسل‌های پس از خود گذاشته، اینه که انکار پذیر نیستش که. خب و یک نکته دیگه، من آقای سروش رو یک آدم پلید و یک آدم که میخواهد حقیقت رو به دروغ بگه و مردم رو گمراه کنه نمیدانم، ولی باور دارم که این مدت هم گفتم که آقای دکتر سروش متعلق به جهان خود نیست، متعلق به این جهان جدید نیست، ارزش‌هاش با ارزش‌های نسل جوان فرق میکنه. برای همین حرفایی میزنه که اصلا قابل فهم نیست، قابل پس احساس میکنی از یک دریچه دیگری به جهان. من دارم اینطور میبینم داستان رو، لزوما این آدم رو متهم به ناصادقی نکنم. میگم رای فیتور ناصادقه، من میگم چه میدونم آقای حسن عباسی ناصادقه، آقای نمیدونم خیلی از این علامه گنده ها چه میدونم از این آیت الله ها، من اینا رو رسما میگم ناصادقن، ولی بعضیشون هم صادقن. این دو تا با هم فرق میکنه. من هنوز به عدم صداقت متهم نکردم یک کسی رو، یعنی هنوز اون جایی که دفاع کردم ازش دفاعم سر جاشه. میگم آقا به لجن کشیدن یه آدم غلطه، خوبیاشو ببینید بدیاش هم ببینید. نمیشه که یک آدمی رو که تو نواندیشی دینی اینقدر تاثیرگذار بوده شما همش بگید تمام نواندیشی دینی شارلاتانیزم. خب این یه ذره غلطه. من میشناسم خیلی، یعنی میگم آدمهای صادقی هستند. آقای مجتبی چبتری آدم ریاکار نیست، یا آدمی که واقعا ملکیان آدم ریاکار نیست، نمیدونم آقای نراقی آدم ریاکار نیست. اینا آدمایی که میاندیشن، فرق میکنن با این سری آدم پوپولیست، فرق میکنن که فقط فوش میدن. خب اینو گفتم که بگم اگر دفاعی کردم اون دفاع سر جاشه، اما در باب آنچه که آقای سروش میگه قابل دفاع نیست که دفاع نمیکنم. ایشون آدمی است که کار کرده، کار ارزش داره. ایشون آدمی که پرکاره. آقا نمیشه فراموش کرد که آقا یک آخوند معمولی با شیخ مفید فرق میکنه. اون شیخ مفید علامه بوده، آدم مهمی بوده، نمیشه اینا رو انکار کرد. فارابی آدم مهمی بوده، ابن سینا آدم مهمی بوده، ملا صدر اینا آدمای مهم بودن، منتهی نظام فکریشون با ما فرق میکرد. آکویناس مهمه، من تا آخر عمرم آکویناس بخونم ممکن همشو نفهمم، ولی مهم است. مهم بودنشون یک چیزه و احترام به اهمیت کارشون گذاشتن یک چیزه، مخالفت کردن باشون چیز دیگری است. کل حرف من اینه. حالا اگه نکته‌ای هست بچه‌ها بگید، من سریع ولی باید برم. من چند تا نکته بگم. ببین، یه نفر میتونه خیلی مهم باشه، خیلی تاثیرگذارم باشه، ولی میتونه تاثیرش به شدت منفی باشه. ما که بیام از یه شخصی، ما که اهمیت ایشون رو انکار نکردیم، اتفاقا یه دلیلی که ایشون رو به شدت نقد میکنیم به خاطری که ایشون بسیار مهم بودن، بسیار بسیار تاثیرگذار بودن. ما میگیم تاثیر ایشون به شدت منفی بوده. پس تاثیرگذاری یک شخص لزوما به معنی این که ما باید از ایشون دفاع بکنیم نیست. یکی دیگه همین که بله، ما من حداقل اینجا، من با اینجا بقیه کسی که روی استیج هستن اختلاف نظر زیاد دارم. خب حالا من آقای دکتر سروش رو به دروغگویی چیز نکردم، متهم نکردم. من ایشون رو خیلی هم میتونن صادق باشن، ولی یک کسی اگه بیا صادقانه، به شدت صادقانه مزخرف بگه و این مزخرفات خودش رو واقعا بهش باور داشته باشه، من ممکنه نگم به ایشون رو نقد بکنم که داره دروغ میگه و صادقانه صحبت نمیکنه، ولی حداقل به مزخرف گوییش که میتونم بیام نقد بکنم. حالا شما میان میگی که ایشون صادقه، ایشون دروغ نمیگه، خب باشه، خسته نباشن، دستش درد نکنه که دروغ نمیگه، ولی حداقل بدون دروغ داره مزخرف میگه، من نباید بیام مزخرفاتش رو نقد بکنم. باید بگید منم همین کارو کردم. این مدت که من بحث کردم با نواندیشان دینی به این معنی بوده که باشون مخالف موافقم، نه خیلی باشون مخالفم، ولی محترمانه باشون بحث کردم. گفتم آقا باورتون غلطه، ناموجه. سر تجربه دینی من 3 تا مناظره دارم با جناب سروش دباغ، برید بشنوید. من کاملا دارم میگم ما همه آنچه که میگین ناموجه، ولی محترمانه صحبت میکنیم. احترام گذاشتن به طرف مقابل به این معنی نیست که باش موافقم، که خیلی از با من اکثر باورهای نواندیشان در مورد دموکراسی ممکنه باشون خیلی جا
موافق باشم، در مورد تکثرگرایی موافق باشم، اما در باب باور دینی و باور به خدا و تجربه دینی و درست بودن وحی و ایمان و اینها که من 180 درجه باشون مخالفم. وریا جان، اون قسمتایی که نقد میکنی از دکتر سروش رو، خب ما باید هم نظریم و نقدات هم دفاع میکنیم. من نمیگم که شما ما که نه، من که نه، من حداقل اینجا نگفتم که شما ایشون رو نقد نمیکنیم. ما نقدات هم عاشق نقدات هم هستیم، دوست هم داریم و باید هم نظریم، ولی اون دفاعهایی رو که کردی ما اونا رو داریم گیر میدیم اینجا. ما داریم میریم اون جاهایی رو که داریم دفاع کردی، ما اون دفاعهایی کردی رو اونجا رو بهش نقد داریم که اون دفاعات موجه نیست. دفاع من دقیقاً چی بوده؟ من دفاع از چی کردم؟ مثلا از چه چیزی دقیقاً دفاع؟ من فقط از احترام گذاشتن به هم دفاع کردم، هیچ چیز بیش از این نبوده. گفتم آقا به مخالف هم احترام بذاری. ایشون در نواندیشی دینی یه عالمه حرف داره، حرفای عمیقی هم زده، بعد خونده بشه این حرفا و بعد نقد بشه. کل حرف من این بوده و بیشتر از این، من دفاع از احترام گذاشتن به مخالف می‌کنم، مخالفی که شایسته احترام است. آقای رائفی پور شایسته اون احترام هم نیست، چون شالاتان به تمام معنی است. خیلی از این کسانی که در کلاب هاست دروغ میگن، تهمت میزنن، کار نمیدونم سایبری میکنن، اینا شایسته اون احترام هم نیستن، فقط باید ایگنور بشن تمام. ولی کل حرف من اینه، من دفاع نمیدونم از کدوم بخش از اندیشه دکتر سروش من دفاع کردم. من فقط از نه، شما فقط از شخص احترام به شخص که اگه بود که بله من مشکلی ندارم. خب شما جدا از احترام به شخص، برای یک سری از چرندیات ایشون هم ارزش قائلید. یه سری حرفا هست که بله عمیق و پیچیده است. من نمیدونم شما وهابیارا هم برین تفکراتشون رو بخونید، سلفیارا هم برین تفکراتشون رو بخونید، داعش هم برین تفکراتشون رو بخونید، شما اینا به شدت عمیقه. این قسمتی از که گفتی چرندیات، حالا من کلمه چرندیات به کار نمیبرم، چون برای یه کسی که حالا چرا در مورد آنچه که در مورد گلشیفته گفتن، آره من میفهمم این کلمه چرندیات به کار میره، چون واقعا حرف من میگم عمیق بودن، من میگم عمیق بودن و پیچیده بودن. چرندیاتی که من دفاع کردم، اینو مثلا یه مثالشو بزن، بگو آقا فلان حرف دکتر سروش چرند بود و تو دفاع کردی. بگو مثلا توی همین بحثایی که ما خودمون با هم داشتیم، خب این که مثلا آقای دکتر سروش میان شما ارزش قائل میشدین برای اینکه داشتم میومدم میگفتم وحی الهی و اینا رویا هست، شما از پیچیدگی این حرفا لذت میبردید و میومدین داشتین بولدش میکردین و تازه برای یک کاربورد های هم برای این نوع صحبت ها به ما داشتین سعی میکردین قانع بکنین ما رو تو بحث های قبلیمون که این نوع اندیشی دینی که دین رو به دین یه شکل دیگه نگاه میکنه و سعی میکنه یه ارزش های دیگه ازش در بیاره، ولی با اینکه شما انقدر از حقیقت هم دفاع میکنی، پایه تمام اینها ریشش توی دروغه. توش شما به عنوان یه کسی که اصلا ایمان رو قبول نداری وریا جان، به عنوان کسی که وحی رو قبول نداری، به عنوان کسی که خدا رو قبول نداری، وقتی که با توی همین خاک با همین ریشه یک کسی میاد یک میوه های دیگه ازش در میاره و چون اون محصولش داره میشه به شبیه تر میشه به چیزهایی که ما دوست داریم، مثلا به سکولاریزم داره نزدیک تر میشه یا به انعطاف پذیری داره نزدیک تر میشه یا اینکه به قبول کردن همجنسگرایی ها بیشتر نزدیک تر میشه، تو این چون از لحاظ اخلاقی داره این نتیجه هاش به ما نزدیک تر میشه، برای این نوع اندیشه های دینی، برای این طرز تفکر ارزش قائلی، ولی ما به خاطر اینکه از ریشه این همش فاسده، ما این متدولوژی رو اصلا قبول نداریم.